این هفته در برنامه سخن شما جیمز از لندن پرسیده است اقتصاد اشتراکی چه سودی برای مصرف کنندگان دارد؟ گیلرمو بلترا از سازمان مصرف کنندگان اروپا میگوید اقتصاد اشتراکی در سبک زندگی ما به عنوان مصرف کننده و همچنین خریدار محصول و کالا تغییر ایجاد می کند این نوع اقتصاد منافع زیادی برای مصرف کننده اروپایی دارد به عنوان مثال مصرف کنندگان می توانند خانه برای تعطیلات اجاره کنند یا از خدمات یک معمار یا یک وکیل به شکل کارآمدتری نسبت به قبل و با قیمت مناسبتری بهره ببرند این قبیل پلتفرم ها همچنین به مصرف کننده امکان می دهد که برخی از کالاها و خدمات را بهتر از قبل به اشتراک بگذارد. به عنوان نمونه می توانید هزینه سفر را با کسی که لزوما نمیشناسیدش تقسیم کنید یا اینکه ابزارانات فنی خانگی را از یکی از همسایگانتان که حتی تا به حال با او حرف هم نزده قرض کنید طبق مدل اقتصاد اشتراکی افراد کالای خدماتی را که در مالکیت خصوصیشان هست مثل آپارتمان خودرو یا حتی وقت و مهارتشان را در مقابل دریافت خدمات یا کالاها با دیگران به اشتراک میگذارند این مدل در زمان مشکلات اقتصادی اهمیت پیدا کرده است اقتصاد اشتراکی چالش هایی در رابطه با سیاست های حمایت از حقوق مصرف کنندگان به دنبال دارد که سیاست گذاران در سطح اتحادیه اروپا و در سطح ملی باید با آن مواجه شوند زیرا مصرف کننده برای اعتماد به این مدل اقتصادی به محیطی امن نیاز دارد اولین چالشی که سیاست گذاران با آن روبرو می شوند به چگونگی اجرای قوانین ملی و قوانین در سطح اتحادیه اروپا در این حوزه مربوط می شود که در حال حاضر کاملا نامشخص است قوانین و مقررات فعلی به درستی از حقوق مصرف کننده حمایت نمی کنند به همین دلیل سیاست گذاران باید این قوانین را تقویت کرده و همچنین به مصرف کننده که کالای خدماتی را به اشتراک می گذارد یا آن را دریافت می کند تضمین بدهند که از حقوقش حمایت می شود شما هم می توانید پرسش های خود را در وبسایت برنامه مطرح کنید.